رازهای مخفی حمله بر امرالله صالح. صالح ممکن است یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشد. رقیب او کیست؟ چه کسان حزب فیزیکی مردی را می خواهند که هنوز متهم به فساد، معامله‌گری، نژاد پرستی، سوء استفاده از موقعیت سیاسی، غصب زمین و یا هیچ گونه کارنامه ناکام ندارد؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. ما یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رازهای مخفی حمله بر امرالله صالح با قلم شاداب امین بیگزاد. صالح ممکن است یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشد. رقیب او کیست؟ چه کسان حزب فیزیکی مردی را می خواهند که هنوز متهم به فساد، معامله‌گری، نژاد پرستی، سوء استفاده از موقعیت سیاسی، غصب زمین و یا هیچ گونه کارنامه ناکام ندارد؟ دوبار تلاش برای حزب فیزیکی مغز استراتژیک و اما استخباراتی افغانستان تنها کار مخالفان مسلح بودن نمی تواند. من از موافقان بظاهر او می ترسم. صالح سیاست روز را می داند. عقل او 5 سال بعد از امروز را خیلی خوب پیش بینی می کند. صالح در دل خود رازهای بزرگ سیاستمداران افغانستان را دفن کرده. در جریان 10 سال خاموشی صالح هم فکران قدیمی او که به رقیبان او مبدل شدند هرگز فکر نکرده بودند که صالح شخص دوم مملکت شود. صالح شاید نخستین سیاستمدار تاجک تبار افغانستان است که روان پشتو حرف می زند. به معنی این که او از قلب پشتونها صحبت می کند. با هزاره های افغانستان رابطه دو طرفه دارد. ازبک ها به او اعتماد دارند. شاید در صورتی که آقای صالح نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد رای اکثریت را کسب کند، زیرا مردم افغانستان دیگر به دو پاسپورت های فراشوتی باور ندارند، حتی اگر مغز متفکر باشند. و این همه را رقیبان صالح درک کردند، زیرا کسانی که شاید رقیب آقای صالح باشند در امتحان مردم چه از دیدگاه قومی و چه از نگاه فکری نام مطلق بودند، از مجاهدش گرفته تا کمونستای فرسوده. موافقان بظاهر یا دشمنان پنهان. کسانی که متهم به تمویل داعش، ناامنسازی شمال، حزب فیزیکی، چهره های جهادی و مقاومت، سازماندهی انتخابات 2014 و آنانی که در پی حزب فیزیکی مارشال دوستان بودند، آنها تنها چهره خود را بدل کردند. موقعیت نه. آقای صالح آنان را خیلی خوب می شناسد. از همین رو صالح لازم نمی بیند که حملات علیه او بررسی شود. چرا قصد ترور صالح را دارند؟ رقیبان او برنامه های ناکام بیشمار دارند. شاید آنان تا همین چند ماه پیش فکر میکردند در صورت برگزاری انتخابات آینده یک بار دیگر با یک رقیب ضعیف همچون گذشته روبرو باشند. اما ظهور جدید امرالله صالح با 180 درجه تغییر رقیبان او لرزان شد. از همین رو تصمیم به ترور صالح گرفتند. آنان تجربه های ترور را دارند. آنان چهره های مطرح را ترور کردند. آنان وابستگی جاسوسی خارجی دارند که تا همین 15 سال پیش کسی حتی نامشان را نمی دانست. اما یک باره همچون سمارق ثبت شدند. از وزارت تا کجاها که پیش نرفتند و حالا با رشد سیاسی امرالله صالح خوابشان حرام گردیده. از این رو طرح ترور صالح را طراحی کردند تا قبل از حتی زمزمه های انتخابات بی‌رقیب باشند. ترورست های اما هنگ. طرف در 20 سال گذشته از گزینه حزب فیزیکی استفاده کرده، از جنرال داوود شهید تا استاد ربانی تا مولانا سید خیلی و چه کسانی که همین لحظه نامشان را به یاد ندارم، و حالا طرح ترور امرالله صالح روی میز ترورست داخلی. راستی صالح با هرچه سیاست مداری که تا حالا تجربه کرده اید فرق دارد.
نویسنده شاداب امین بیگزاد. در امین حال احمد سعیدی می نگارد: با سلام، من از روزی که آقای امرالله صالح کاندیدای معاونت اول ریاست جمهوری بود تا هنوز هرگز نزد آن نرفتم و از نزدیک او را ندیدم. در جریان انتخابات کسانی را نزد من فرستاد که در تیم آن بروم و همکاری کنم، ولی من لازم ندیدم و همکاری نکردم. اما با شنیدن حادثه خونین دیروز سخت دلتنگ و اندوگین شده و با عجله دقایق بعد از حادثه نزدشان رفتم و صحبت با او داشتم. لحظه ای که با او صحبت داشتم، جناب آقای رحمت الله نبیل، آقای وایس برمک و یک تعداد شخصیت های دیگری از اعضای کابینه نیز حضور داشتند. چند دقیقه ای که با او صحبت داشتم دریافتم که دستان کار می کند که امرالله صالح باید از صحنه سیاست دور شود. دلایل زیاده برای حذف آقای صالح از صحنه سیاسی وجود دارد. اول اینکه آقای صالح مانند هر شخص وطن دوست دیگر با تبدیل شدن افغانستان به میدان تاخت تاز برای پاکستان و دیگر کشورهای تروریست پرور سخت مخالف است. دوم اینکه در نظام فعلی نسبت به هر مقام دیگر آقای صالح به عنوان چهره ضد طالبانی شناخته می شود. سوم، آقای صالح در ارتباط به نقش استخبارات منطقه در حمایت و پرورش تروریستان آگاهی کامل دارد. و چهارم این که آقای صالح شخص جدی و توانمندی هست که ستون پنجمی ها و تروریستان نمی توانند در حال و آینده از دست او روز خوشی داشته باشند. با این دلایل می توان درک کرد که چه کسانی در پی ترور و نابودی آقای صالح اند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.